موزه گوگنهایم نیویورک میزبان مجموعی از آثار پیکاسو است. مجموعه جذاب از هنر تک رنگ به نام پیکاسو سفید و سیاه که با تمرکز بر آثار این هنرمند اسپانیایی در معرض دید عموم گذاشته شده است. این مجموعه از 118 نقاشی و مجسمه و نسخه های کاری او که بر روی کاغذ انجام شده تشکیل شده است. آثار سفید و سیاه پیکاسو متعلق به یک دوره زمانی خاصی نیست. فکر می‌کنم آنچه برای مردم جالب است دیدن کل زندگی پیکاسو به رنگ سیاه و سفید است. برای بهتر شناختن پیکاسو این موقعیت خوبی است. این به این معناست که علاقه او به خطوط و کاربرد رنگ همیشه برای او ضروری نبوده. او واقعاً توانایی این را هم داشته که بدون رنگ هم نقاشی بکشد. برخی دیگر از آثار ویژه این نمایشگاه لاسمنیناس یا همون ندیمه ها نام دارد که الهام گرفته از اثری به همین نام از دیگو ولاسکس نقاش اسپانیایی است. پیکاسو توضیح داده که تفاوت بین ماتیس نقاش و خودش در این است که اگر یکی از دو رنگ آبی یا قرمز را از نقاشی های ماتیس حذف کنید دیگر چیزی از تابلوهایش باقی نمی ماند. اما اگر رنگ را از نقاشی پیکاسو حذف کنیم همچنان نقاشیش در سطح بالایی باقی می ماند. استفاده مکرر پیکاسو از رنگ سیاه و سفید یا پالت خاکستری ارتباط زیادی دارد با تاکید وسواس‌آمیز او به خط و فرم و علاقه‌اش به سایه روشن. شش اثر این مجموعه پیش از این هیچگاه در معرض عموم نمایش داده نشدند. موزه گوگنهایم تا 23 ژانویه میزبان مجموعه پیکاسو سیاه و سفید خواهد بود.